بسم الله الرحمن الرحیم شریف خاج نظام هستم طایفه هوت ساکن در شورگز سن 30 خردی سال الان من اینجا دارم زندگی میکنم کار شغل منم همش شتر چرانی هسته و همه امکانات منم از همین شتر برداشت میشه این کار شتر دادی پدر پیشه من بوده ما این کار شتر ادامه میدیم بخاطری که الان اینجا راحت نشستیم تو این بیابان اعصاب راحت همه امکانات از خود در میاری تو بازار و تو چیا نیستی تو اعصاب خردی ها نیستی اینجا راحت به خاطر آزادی هوا ما اینجا زندگی میکنیم بهترین آرامش و آسایش هم اینجا داره من یه دقیقه تو خونه میشینم از پاها میخوام کلا جدا بشم نمیتونم بشم باید همیشه تو بیابان تو سهرا برم ادامه بدم کارم تاش زمانی که شب بشه اگه شب شد دیگه مجبورم باید بخوابم تا روز بشه روز که در آمد دیگه من کارم دویدنه باید بدم دنبال همی شطور ها و همی بیابانه کیف دنیا رو میکنه خدا رو شد این شطور یه قصه ای داره خب یه دانه یه چوبی تو بهش بزنی 40 سال دیگه هم بیایی صدا تا بلند کنی میشناسه که این همو بوده که من او چوب زده ولی اگر نیکی بهش بکنی تا 40 سال دیگه هم بیای صدات بلند کنی از شطورا بر میداره میای همینجا کنار پدر بزرگ من میگفت ما اون زمان به کنوج مثلا ما بودیم خوشکن سالی بود و نان و آب و هیچی گیرمون نمی آمد موقعی گفت من از اونجا آمدم رفتم به طرف بلوچستان عهد و پیمان بستیم همونجا موندگار شدیم تا زمانی که انقلاب آمد انقلاب گفت هیچ بلوچی تو کوها داخل کوها نمانه که شناخته بشه تا ما بدونیم که اشایرش کدومه اونایی که بر علیه ایران هستن کدومه دیگه ما از تو کوها که اشایر بودیم و دامانمون رو برداشتیم و اومدیم به دشتوک رسیدیم اینجا اون موقع روستایی نبود دشتوک بود که مثلا دشتی رو بود که پدر بزرگ من آبادش کرد که ما مثلا پول تخم مرغ اینا میپروختیم گوسفندی میپروختیم این خانواتمون به آبادی رسوندیم تا این زمانی که الان باشه ما اینجا دیگه موندگار شدیم تحصیلات برادر اینه که باید آدم مغز خودش رو به کار بندازه الان زمان پیشرفت جی پی اس خب او زمان جی پی اسی نبوده الان من میخوام برم به طرف مثلا خونه خودم باید روز به تر از طرف سمت چپم باشه ولی وقتی میخوام برگردم به مسیر خودم روز باید طرف دست راستم باشه شب شد مثلا نه چراغی هسته نه امکاناتی هسته همش باید با ستاره بری تو آسمون ستاره بزرگی سمت چپت قرارش میدی سمت راستت میگی مثلا ماه این قشنگ همینطوری میتونی به مسیر خودت ادامه بدی تا بری به جایی برسی زمان بچگی برادر ما برای کارگری به مردم داشتیم کار میکردیم میرفتیم مثلا برجی 15,000 تومان به پدرم میدادن میگفتن تو این مثلا تا این برجی درختار آب بده اوی کارگری کار کن برامو دیگه این شطرها را پدرم نپروخت همون تو گفت اینا پدر پیشه من بودن گفت که این شطرهای منو گم نکنی اینا رو من بیدم به دست تو پخط نراشونا نظر میتونی بکنی یا میتونی بپروشی ولی معداشون اینا باید موندگار باشن پدر من با کارگری ما را بزرگ کرد خیلی مشکلات ما داشتیم تو ناداری ولی خدا را شکر الله تعالی به ما ثابت کرد که همین شطور وفادار شما هست شما را کمک میکنه تعالی خدا را شکر شطور همون به 20-25 تای رسیدن الان بهترین وضع و حال خدا شکر ما داریم ناشتایمون و چاشتمون از مغازه نمیگیریم از همینجا کشف میکنیم از شطورمون تو بیابون زندگی کردن برادر بهترین نعمت خدایه بهترین امکانات تو بیابون داری از همه نوع نه مریض میشی نه مشکل غصه میخوریم که من ساختمانی داشته باشم اگه من پلان و ماشین داشته باشم اینجا نیست اینطوری چیزی اینجا فقط شبمون روز میشه روزمون شب میشه میگیم خدای شکر به بارگاه تو که این نعمت ها رو به ما دادیم.